بنده گفتم به عنوان مقدمه باید این نکته رو گفت که یک نوع نگرش سنتی در مورد دوره قاجار یک تسلطی بر فکر ایرانی داشته که شاید میشه گفتش که نزدیک به یک قرنه که کماکان ادامه داره، شاید هم اندکی بیشتر از یک قرن، و در واقع تا یه اندازه‌ای یک تصویر خیلی محدودی است از دوره قاجار، یک تصویر خیلی یک طرفه است و یک تصویر من بهش میگم کم سواد یا شاید بی سواد، یعنی که اصولا شناسایی درستی از دوره قاجار نداری. در واقع همواره قاجاریه به عنوان آینده یک گذشته نزدیک در مقابل یک گذشته دور که همیشه مورد تعظیم و تکریم و بزرگنگاری میشد، مثلا دوران ایران باستان، این دوران گذشته نزدیک همیشه منحت و زوال و ویران تصور میشد و در واقع یک تصویری ساخته میشد از اینکه عصر جدید ایران نوین عصر پیشرفت و دوران قاجاری عصر تدنی و زوال بوده و این عقب مانده بودن و شکست و همون که خودتون گفتید ظالم و حاکمان ظالم و فقر و اینها جلوه داده میشد. خب این تصویر حتی تا دوره حاضر هم اگه شما نگاه کنید حد اکثر در اکثریت مردم ایران، حتی در طبقه متوسط تحصیل کردم، هنوز خیلی رایجه. یعنی که این دوره تاریک اندیشی و سیاه انگاری عصر قاجار هنوز به جای خودش به صورت یک میشه گفت یک محدودهی یک جعبه اون وسط باقی مونده که کسی مایل نیست اینو زیاد بهش کافه و ببینه چه بوده و چطور بوده این قضیه. این روالی که عرض کردم، این شیوه نگاه به گذشته قاجاریه، از یه طرف هم متأثر از یه دیدگاه شخصشناسانه غربیان بوده که در طول قرن 19 یا به خاطر اون سلطه و سیطره جهانجویانه که بر تمام دنیا داشتن، بقیه فرهنگ رو حقیر می‌شمردن و فرهنگ ایران رو هم از جمله همینطور در این تصویر شرق‌شناسانه دوره همیشه گذشته دور، گذشته قابل تعظیم و تکریم بود، گذشته نزدیک همیشه گذشته زوال و ویرانی و انحطاط بود که در واقع طوری توجیه کردن و مشروع شمردن قدرت جهانجویانه غرب در مقابل دولت‌های همسایه‌اش بود. در مورد ایران هم این بسیار این حقیر و ویران جلوه دادن بعد از دوره صفویه همیشه خیلی شایع بود و البته خب بدون کاملا بدون ما به ازای واقعی هم نبود، چون قرن 18 هم دوره خیلی مشکل و پرآشوبی در تاریخ ایران بود و هم از نظر تمدن مادی هم از نظر ساختار سیاسی ایران گرفتار مشکلات بزرگ بود. پس این تصویر ویرانی و زوال که با قاجاری عجین شد یه مقداری ریشه هاش در این گذشته هم بود. خب اضافه بر این، بیشتر ایرانیان تا دوران ما، تا همین امروز، مرعوب و مطیع این روایت غربی هم و یک نوع خود حقیربینی و کوچک شماری هم خیلی بر این نوع طرز فکر حاکمه که خب همواره گذشته رو مقصر بدونیم و مخصوصا با تحولات که در قرن بیستم پیدا شد این تصویر بیشتر تقویت شد و دوران قاجار همیشه یک به اصطلاح میشه گفت یه آماج و یک هدف خیلی آسانی بود. خب حالا البته همونطور که شما خودتون گفتید یک گشتی در اندیشه تاریخی پیدا شده. چرا؟ به خاطر اینکه در مرحله اول خب بالاخره این دوره 100 ساله اخیر علاقه به شناسایی بیشتر و عمیق‌تر و اکادمیک تاریخ گذشته نزدیک ایران توجه به قاجاریه رو خیلی بیشتر کرده. الان مثلا شما یک تصور کنید از مثلا براون
ادوارد براون در مثلا دهه 1000 از 1900 یا شاید قبلش از پایان قرن 19 هم بعدها در این مکتب بالاخره شاگردان براون بودن، کسانی بودن که نه تنها به گذشته کلاسیک ایران علاقه داشتن بلکه گذشته نزدیک ایران رو هم علاقه داشتن که بشناسن. خود براون مثلا پرداختنش به بابیه بعدن به انقلاب مشروطه نشانه ای از این تحول پیدایش دیدگاه دیگه راجب قاجاریه بود. در نسل بعدی هم کسانی پیدا شدن که به جامعه پرداختن، خانم لنتون بود، خانم نیکی کدی بود، آقای رابینسون بود در مورد هنر قاجار. در داخل ایران کسانی پیدا شدن، آقای یحیای زوکا، آقای عرض به خدمتتون که محمد علی کریمزاده تبریزی در داخل ایران، آقای مهدی بیانی در مورد خوشنویسی در ایران، خانم دیبا، لیلا دیبا. خب اینها همه کسانی بودن که در واقع نسلی بودن که در دهه بین 1950 تا 1970 یه نگاه جدیدی به فرهنگ قاجار انداختن، از جمله به مسئله اون فرهنگ تصویری و دیداری و در واقع ویژوال کالچر ایران. خیلی خوب. و بعد هم در نسل بعد از اونها شاگردان اونها یا کسانی که راه اونها رو دنبال کردن به مسائل دوره قاجار بیشتر پرداختن و به ویژه در مسئله تاریخ هنر، اگرچه دیر آمده بود. یعنی شما اگه مقایسه کنید مسئله پرداختن به فرهنگ قاجاریه به نقاشی یا خوشنویسی یا حجاری یا موسیقی اینها یه درجه حتی دورتر از مثلا فرهنگ نگاشتاری ادبی بود، یعنی یه مرحله بعد از اون پیدا شد. چرا اینطور بود؟ به خاطر اینکه این سنت هنرشناسی شرق شناسانه در قرن بیستم یک روایت غالبی ساخته بود که چنانکه در مورد فرهنگ خودش ساخته بود، در مورد هر فرهنگی اینو می ساخت. این روایت غالب رو که می ساخت درش تا دوره صفویه یه تحول و تداومی دیده می شد. دوره صفویه هم درش یک نوعی به اصطلاح اطلاع دیده می شد. بعد از اون هر چی بود از نقطه نظر اون روایت زوال بود، زوال بود و شکست بود بعد از اون. به این و در مقابل این نسل جدید محققین باید میکوشیدن با این روایت در واقع چالش کنند و اون رو دوباره بازسازی کنند. مثلا شما در نظر بگید که یه نفری که بخوایم در این مورد بهش اشاره بکنیم، مثلا آقای رابینسون، این که تاریخ هنر دوره بعد از صفویه رو نگاه کرده. خب خیلی در واقع میشه گفت یه نوعی جرأتی در کارش بود که بتونه بیاد بگه بله در قرن 19 هم اسماعیل نقاشباشی اصفهانی که چیز میکشید، قلمدون میکشید یا پشت قاب آینه میکشید یا جلد کتاب میکشید، این هم هنرمند بزرگیه. این روایت رو شکستن و یک روایت تازه ساختن کار از نظر اکادمیک کار خطیری است. و البته در داخل ایران کسی مثل آقای زوکا که خیلی ما بهش مدیون هستیم به خاطر اینکه اولین کس از جمله اولین کسانی بود، یا همونطور که عرض کردم آقای مهدی بیانی که در واقع تاریخ هنر خوشنویسی رو که در دوره قاجار به اوج خیلی بزرگی خودش رسید، اینو بررسی دقیقی ازش کرد، پیدا کرد خوشنویسان بزرگ کیا بودن، قطعاتشون رو چاپ کرد، دو جلد بزرگ تاریخ خوشنویسی ایران نوشت. یا آقای کریمزاده تبریزی که خب باز هم ما بسیار مدیون هستیم بهش، البته ایشون هنوز هم حیات دارن ولی سنشون در سنین بالا هستن، ایشون خب اون سه جلدی که نگارگری رو نوشتن
خب بسیاری هنرمندان قرن 19 ایران معرفی کردن که اصلا کسی آگاهی به اینها نداشت، اصلا کسی نمی‌دونست اینها کجا هستن، کی هستن. اینهایی که تذهیب کار بودن، اینهایی که قلمدون می‌ساختن، اینهایی که تصویر می‌ساختن، اینهایی که نقاشان گراور ساز بودن، اینها کی بودن؟ ما اصلا این تمام این دوره در یه ابهامی بود، هیچ کس راجبش کاری نکرده بود، نمی‌شناخت این دوره رو. خب این یه تحول بزرگی بود که در این دوره شما ما به اونا خیلی مدیونیم. من به شخص خودم میگم، به کسانی مثل زوکا یا محمد علی تبریزی یا خانم دیبا و امثال اینا خیلی مدیونیم، به خاطر اینکه اینها بودن که این پایه رو ساختن. به اضافه این باید گفتش که یه تحول در واقع از جانب از مقامات بالا نسبت به شناختن گذشته قاجاری پیدا شد، که بهترین نمونهش و شاید کسی که خیلی ایران، فرهنگ ایران و مخصوصا هنر نقاشی ایران و اصولا هنر دوره قاجاری بهشون مدیونه، فرای پهلویه. چون او بود که اولین باری علاقه جدی نشون داد، گوش داد به حرف دیگران و خودش علاقمند بود، رفت آثار نقاشی دوره قاجاری مخصوصا فتحعلی شاهی رو، اون مجموعه بزرگ رو که یک دیپلمات انگلیسی در دوره اقامتش در ایران جمع‌آوری کرده بود و اینها فراموش شده بود، اصلا کسی نمیشناخت، اصلا شمایل سازی دوره فتحعلی شاهی کسی نمیدونست اینا کجاست، چیست. این مجموعه رو خرید خانم لیلا دیبا، موزه نگارستان رو به همت فرح پهلوی ساخت، شهبانو ساخت، و در واقع یه احیایی ما در پایان دهه 60 و آغاز دهه 70 با افتتاح موزه نگارستان میتونیم ببینیم در مورد این نقاشی که جدی گرفته شده، یعنی ولی نعمت تازه‌ای پیدا شده که حاضر ثروت بذاره این آثار تاریخی رو بخره، جمع کنه، بهش ارج و اهمیت بده، نشون بده و به بقیه بگی که این هم یه روایت مهمی در تاریخ ایرانی. پس این همه جنبه مهم دیگه بود که متاسفانه به خاطر کج مداری دوره انقلاب اسلامی و بعد از اون برای مدتی گرفتار فترت شد. ولی نکته جالب اینه که به نظر من، اولا که بگیم که خب اینم یک جای چی میشه گفت، یه جای نقصانی در کاره که آخر سرم دو تا موزه غربی باید بیان آثار هنر دوره قاجار رو ارج و اهمیتی بهش بدن و نمایشگاه بذارن و بگن آقا شما بیا ببین اینا هم بیکارایی کردن. یعنی چی؟ یعنی باز هم ما داریم توجه میکنیم به هنر قاجار به خاطر اینکه غرب روایتشو عوض کرد. چرا دیگه روایت گذشته ستایش فرهنگ صرفاً غربی و اروپایی نیست، بلکه حیطه بزرگتری رو در نظر میگیره که در اون ایران هم جا داره، افریقای جنوب ساب سهارا هم جا داره، فرهنگ اندونزی و ساتیست ایشیا هم جا داره، ایران هم یه جایی اینجا داره این وسط. پس این بزرگ شدن و در واقع این جنبه جهانی پیدا کردن، جهان شمولی روایت تاریخیه که اجازه داده ما امروز در موزه متروپولیتن هم بعد از سالها، بعد از دهه ها، بعد از همیشه در طول تاریخ 150 سالش حالا بگی که خب هنر قاجار هم مهمه، ما باید بریم آثار قاجاریه بخریم، آثار مهم خریده یا بهش هدیه شده و این رو جز ارج گذاشته و تو مجموعهش نشون داده. شما اگه نگاه کنی متروپولیتن، موزه متروپولیتن نیویورک تا شاید 20 سال پیش اگه شما به قسمت به قول معروف اسلامی که حالا اسم عریض و طویل دیگه پیدا کرده شما مراجعه می کردید، اونجا در تمام اون موزه شاید 5 تا قطعه دوره قاجار پیدا می کردید. توجه می کنید
حالا اگه شما می رفتید به قسمت اروپایی این موزه توجه می کردید، شاید بیشتر از 60% پروداکشن هنری غربی که اونجا می دیدید مال قرن 19 بود. خب اینجا یه عدم توازن خیلی بزرگی هست که حالا میشه گفت به تدریج داره بهتر شناسایی میشه، چرا که اون روایت غربی تا اندازه تحول پیدا کرده، رلاتیویسم هنری پیدا شده، هر فرهنگی رو باید بر اساس معیارها و ارزشها و شیوه های کار خودش شناخت، از جمله تاریخ دوره، از جمله اثر هنری دوره قاجار. خب این یه نکته بود. چرا بهش علاقه هست؟ خب یکی که همین نکته که گفتم، دوم این که هنر قاجار، حالا شاید من در موردش اینو تعصبی دارم، ولی اصولاً تعصب یعنی نه به معنی منفی، بلکه با جذابیتی نسبتش دارم، یه هنر جذابیه، یعنی طرز نقاش کار، شیوه کار یه شیوه جذابیه و درش یک خلاقیتی دیده میشه، علارغم این که در ظاهر همیشه مورد انتقاد بود که پرسپکتیو رو نمیشناسه، نایف آرت و فرض بفرمایید که همش در مورد ستایش قدرته و به عامه توجه نمیکنه، به یعنی از سطح دربار هنوز بیرون نیامده. توجه میکنه. خب تمام اینا جای بحثه، یعنی که ما به تدریج داریم میبینیم که اونطور هم که تصور میشده نبوده، ولی به هر حال برای یک ناظری اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که به این نمایشگاه و نظایر این میره یا پرده های نقاشی دوره قاجاری میبینه، درش یک نوعی خلاقیت میبینه. خب این تصویرهایی که از خود فتلیشا راه دور نریم ساخته شده، خب خیلی استادان است، یعنی در کار خودش در فن باز شناختن سلطنت قاجاریه در یک میراث وسیع فرهنگی باستانی ایران، این نقاشی رول خیلی بزرگی بازی کرده، یه فانکشن داشته در اینجا. چرا؟ شما مثلا فقط من یه نمونه بهتون بگم، نقاشی های مجلسی که در کاخ نگارستان در 1812 میرزا بابای نقاش اصفهانی تصویر کرده، خب اینو شما اگه به این نگاه کنید یک دنیایی به شما از یک فرهنگ دربار داره عرضه میکنه که در واقع تمام مشروعیت و تمام توجیه حضور قاجار در تاریخ ایران در قرن 19 رو میشه در این نقاشی دید، یعنی پشتش یک فرهنگ و یک چی میشه گفت یه پالیتیکس پشت این هست. توجه میکنید؟ همونطور که الان در پرسش دیگه میتونیم بهش بپردازیم، این یک کوشش هنرمندانه بود برای تلفیق. چه تلفیقی بود؟ برای اینکه هنر دوره صفویه تقریبا از اواخر قرن 17 و آغاز قرن 18 از داخل کتاب بیرون اومد و به فول سکیل پینتینگ، به نقاشی های اندازه بزرگ رسید. دوره زندیه هم تا یه اندازه این رشد رو داشت، دوره افشاری هم داشت در ستایش نادرشاه، چندین پرده هست که به همون صورت تصویر شده. اینها تماما در دوره قاجار با هم دیگه تلفیق شد و در واقع دربار قاجار اجازه داد که یک فرهنگ درباری نقاشی با تمام اون هنری که از در حافظه دیداری ایران وجود داشت یک شکل بزرگ به صورت شمایل پیدا کنه. ترجمه این یه خاصیت جذابی در این کار بود و این نقاشانی که در این دوره بودن اینو خیلی خوب فهمیدن و تا یه اندازه شاید غرب رو دیدن حتی در دوره ابتدای قرن 19
آخر قرن 18 ابتدای قرن 19. البته حالا میرسیم به این نکته که ایرونی ها همیشه یک نوعی چیز جذابیتی در دگر میدیدن. حالا این در مورد قرن 19 و 20 دگر غرب بود، ولی قبل از اون هم بود. حالا میرسیم بهش. من تصور میکنم یکی از علل دیگری که ما به فرهنگ تصویری ویژوال آرت در دوره قاجار حال توجه بیشتری داریم، به خاطر اینکه این صرفا یه تصویر نیست. یعنی ما از اون مفهوم گذشته هنرشناسی قرن 19 فاصله داریم میگیریم و میگیم شما وقتی تصویر رو میبینید درش یک زیرمتنی هست، اون زیرمتن تاریخیه، فرهنگی و به خصوص تاریخی. پس شما در هر تصویری میتونین یک گذشته رو ببینید. این مثل یه مدرک تاریخیه. حتی نقاشی که جلوی شما هست از فتلیشا میتونید توش همچی تصویری رو ببینید. بنده در اون مقاله‌ای که به نام تاجیکیانی دارم که حالا هم در این کتاب اخیرم چاپ شده، در کتاب عهد قاجار و سودای فرنگ به فارسی در اومده، در اون نشون دادم که چطور شما از تصاویر شمایل های فتلیشا میتونید بفهمید که تحول ثبات سیاسی در دوره قاجاریه چطور پیدا شد. از شکل تاجیکیانی میتونید اینو بفهمید. خب این یعنی چی؟ یعنی که ما در یه تصویر خیلی بیشتر از صرف هنر میبینیم، بلکه یک میراثی رو حتی میتونیم در گذشتش ببینیم، میتونیم تحولات سیاسی رو درش ببینیم. مثلا حتی این رو در مورد اون نقاشی زنان دوره فتلیشا هم میشه دید که همه خب اینا رو میگفتن بعد یه رقاصه‌ای بود برن. ولی اگه بیشتر دقت بشه، بیشتر کنجکاوی بشه، ما شاید میتونیم بفهمیم که در درون جامعه زنانه قاجاری چه میگذشت و این تصاویری که ما میبینیم تا چه اندازه به واقعیت زمان بستگی داره، جایگاه این زنان چی بود، کجا بود و غیره. خیلی خوب، مثلا من در کتاب قبله عالم کوشیدم که نشون بدم که این فن کاریکاتورسازی رو که ناصرالدین شاه یکی از پیشروانش بود در جوانیش، بقیه عمرش هم کشید. خب این جالبه که این یه فن غربی رو یک شاه قاجار با آموختن از معلمین خودش چند نفر بودن، این یاد گرفته بود که اینطوری یک زبان طنزآمیزی ساخت که خب خودش هم فقط نبود، سنیول مرد استادش هم بود و اینها. خب نشون دهنده این بود که این یه فرهنگ جانداریه، علی‌رغم اون تصویری که ازش در گذشته بود، که میتونه گفتگو بکنه با خارج خودش، میتونه کاریکاتور بکشه، میتونه شیوه های نقاشی غربی رو به یه نحوی تلفیق بکنه با اون فکر ایرونی خودش. یه فکر تلفیقی عالی بود. که چرا میگم عالی؟ به خاطر اینکه درش یک نوع اعتماد به نفس بود. یعنی خودش رو مطاع و مطیع و بنده و حقیر در برابر غرب نمیشمرد، بلکه میگفت خیلی خب این همه فنیه، ما میاریم در کار خودمون، این هم ازش بهره میبریم، نه اینکه بیایم مثل نقاشی قرن بیستم هر چی که فرنگی کشید ما هم باید بکشیم، یه ادایی از او در بیاریم. این یه نوعی بستگی به مسئله اعتماد فرهنگی داشت.